به نام خدا. بینندگان عزیز، بیا که دیگر از سلسله برنامه مشارکت خوش آمدید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه دولت و محتوای مفهومی آن است. دولت یکی از پدیده های مهم زندگی انسان ها بوده که در طول تاریخ با رشد و ترقی انسان ها پیوند عمیق داشته است. این بحث را با جزئیات بیشتر با جناب استاد ایوبی، استاد دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه هرات پی میگیریم. دولت یکی از مفاهیم بسیار سابقه دار و دارای تاریخ بسیار طولانی هست. البته منظورم از لفظ دولت هست و در زبانهای مختلف، همونطور که هر مفهومی از خود یک تاریخ و یک جغرافیا داره، یک روند تکاملی متنوع و گوناگون ارتقا کرده. جناب استاد، پس دوباره برمیگردیم به تعریف و مشخص های تعریف دولت را اگر صحبت کن. شما میفهمیم که جریان های وجود دارن که دولت را میگن باید از بین بره. یک نهاد غیر ضروریه و ظالمانه است، تأسیس شده به خاطر ظلم، مثل آنارشیستا و مثلا مارکسیستا. جناب استاد، سر عناصر دولت مفصل تر باید صحبت بکنیم، ولی قبل از او میپیچیم سر انواع دولت. به چند نوع دولت تقسیم میشه که ما میشه ابتدا تقسیم کنیم به دو گروه، دولت های تک بافت و دولت های چند پارچه. دولت های تک بافت به دو حالت است، دولت هایی که ساده هست، تک بافت ساده، و دولت های تک بافت پیچیده. و دولت های چند پارچه عمدتا چهار گروه تقسیم میشه: وحدت شخصی داریم، وحدت واقعی داریم، کنفدرال داریم و فدرال. جناب استاد، از لحاظ مکانی میتونیم یک جای مثلا یک مکان یا شرق غرب در هر کجا که نخستین بحث های دولت در اونجا بوده باشه، یا که نخستین بار دولت در اونجا تشکیل شده باشه، یه جای شما به هر کشوری که تاریخ هر کشوری که مطالعه کنیم، به خاطر از اینکه خب نمیشه بگیم که خیلی علمی است، ولی همه معتقدن که چند هزار سال قبل مثلا ما افغان ها معتقدیم که 5000 سال قبل یما در شهر بلخ حکومت میکرد و در اونجا حتی شهری درست کرده بود. بینندگان عزیز، این بود قسمت اول برنامه ما در مورد دولت و مفهوم متوایی آن. تا قسمت بعدی، خداوند یار و مددگار همه